اصالتاً اهل شبستر در استان آذربایجان شرقی است. پدرش وکیل و قاضی و پدر بزرگش تاجر معروف حاج علی احمد بود. پروفسور رحمان‌زاده اما به پزشکی علاقه داشت. حالا جراح ارتوپد معروفی است که روش‌های منحصر به فرد او به ویژه در کاشت اعضا زبانزد جامعه پزشکی جهان است. در 18 سالگی برای تحصیل در رشته پزشکی به ترکیه می‌رود و پس از پایان تحصیلات برای تکمیل تحصیلات در رشته جراحی عمومی و ارتوپدی راهی آلمان می‌شود. پروفسور رحمان‌زاده در دانشگاه شهر ماینز به مقام پروفسوری نائل می‌شود و در سال 1351 کرسی جراحی دانشگاه برلین را بر عهده می‌گیرد. تکنیک‌های جراحی او نام و آوازه‌اش را جهانی می‌کند و بسیاری از شخصیت‌های معروف و مقامات سیاسی جهان برای درمان خود را به تیغ او می‌سپارند. اما این موجب نمی‌شود که فرزند ایران هموطنانش را فراموش کند. بسیاری از مجروحان جنگ ایران و عراق و بیمارانی که دیگر پزشکان از درمان آنها عاجز بودند توسط او رایگان درمان شدند. پروفسور رحمان‌زاده در سال‌های گذشته همواره دستاوردهای علمی خود را در اختیار پزشکان و دانشجویان ایرانی قرار داده است. او ریاست سمینارهای اروپایی و جهانی جراحان ارتوپدی تصادفات و سوانح و جمعیت جراحان پلاستیک و عمومی آلمان را بر عهده داشته است. جوایز و افتخارات بین‌المللی بسیاری کسب کرده است که دریافت نشان درجه لیاقت از رئیس جمهور آلمان در سال 1998 از آن جمله است. این پزشک و جراح 86 ساله پرآوازه ایرانی همواره دلش با ایران و مردم آن است. پروفسور رحمان‌زاده اخیراً نامه ای رو برای علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی فرستاده و در اون نامه مشکلات و اتفاقاتی که به ویژه در سالهای اخیر داره در ایران رخ میده رو برشمرده و نسبت به عواقب این مشکلات به او هشدار داده. خب به دفتر پروفسور رحمان‌زاده در برلین میریم تا درباره این نامه و اهدافی که از نوشتن اون داشته با او صحبت میکنیم. بلکه نامه ای که من به آقای خامنه‌ای نوشتم قطری کوچیکیه. ولی اگه تمام اونهایی که وطنشون رو دوست دارن این قطره ها به هم جمع بشید وانگهی دریا شود. این عقیده منه. اینی که من این کوچکترین کاری که میتونستم برای مملکتم انجام بدم این بود که این نامه رو با آقای خامنه‌ای بنویسم. هرچی فکر کردم چه کار میتونم بکنم که خدمتی به مملکتم بکنم، چون عاشق مملکتم هستم، عاشق ایران هستم، و فکر کردم که بالاخره به آقای خامنه‌ای نامه‌ای بنویسم که چون که تمام کارهایی که در ایران انجام گرفته میشه، کارهای سیاسی به وضع ایران، منشأش آقای خامنه‌ای، بدون دستوری ایشون کاری انجام گرفته نمیشه در ایران. خودم میدونید رؤسای جمهور رو نمیدونم رؤسای مجلس و یا دیگران همشون تحت تاثیر به اوامر ایشون هستن. اینا کارهایی که انجام میدن تمامش برخلاف امیال و آرزوهای ایرانی های وطن پرسته. اینی که من مجبور بودم که اینا رو به آقای خامنه‌ای تذکر بدم. ایشون خودشون میدونن حتما که چی کار دارن میکنن، ولی چرا اینجوری میکنن اونشو نمیتونم من بگم. واقعا چرا به خودشون اجازه میدن که مملکت رو اینجوری اداره کنن، من اینو نمیتونم اصلا تصور کنم که چی فکر میکنن ایشون. پروفسور رحمان‌زاده در بخشی از نامه خود آورده است: آیا در بین دولت مردان و نظامیان و سربازان گمنامتان کسی را دارید که مورد احترام و اقبال مردم دنیا و حتی همسایگان باشد؟ باور کنید مدیران و سران حکومت شما در ترس و نکبت زندگی می کنند. همه از هم می ترسند و از زندگی سعادتمند کنار مردمان بی بهره اند. مردم ایران خودتون می دونید که الان سلسله پهلوی رو با اون ایرادایی که گرفته بودن همه خواهانشون هستن. میبینید که فهمیدن که اونها چه خدمتی مملکت کردن. به فکر میکنم اگه آقای خامنه‌ای هم مملکت رو ترک بکنه ملت ایران ایشون رو میبخشن. او در بخش دیگری از نامش با اشاره به کشتار معترضان توسط نیروهای نظامی و امنیتی به دستور رهبر جمهوری اسلامی و نیز سرنگونی هواپیمای غیر نظامی و کشته شدن 176 نفر مسافر آن توسط شلیک نیروهای سپاه پاسداران تاکید می‌کند: کارنامه رهبری شما جنایت و خیانت و دروغ و وطن فروشی را از حد گذرانده. شاید هم سرزمین ایران و تاریخش حکومت شما را قی کرده تا همه ببینند که چه در معده این کشور بوده. الان گریه میکنم که نبید افکاری رو و امثال اونا رو اعدام کردن. و
واقعا گریه کردم. من شخصا گریه کردم و گریه میکنم. من اصولا مخالف هر نوع اعدام و هر نوع کشت و کشتار هستم. اینه که من هیچ نمیخوام که آیه خامنه‌ای رو به اون روز ببینم که مثل صدام حسین و مثل قذافی همچه وضعی براشون پیش بیاد. پروفسور رحمان‌زاده در پایان خطاب به رهبر جمهوری اسلامی مینویسد: ای کاش حرف مرا گوش کنید، پیش از آن که آستانه تحمل مردم بریده شود و در یک شورش یا انقلاب شما را محاصره کنند و از شما و یارانتان مانند بقیه دیکتاتورها انتقام بگیرند، از مملکت بروید. در بلاروس یا سوریه یا ونزوئلا و یا هر جای دیگری که سرمایه گذاری کرده اید مجاور شوید و بیش از این ننگ بدنامی تاریخ را بر سر خودتان آوار نکنید. آقای خامنه ای، همین امروز برخیزید و راه بیفتید. در جایی دنج آخر عمرتان را سپری کنید. ایران ورشکسته و ویران شده را برای مردمش به یادگار بگذارید. جوانان و میهن پرستان ما این سرزمین را باز دوباره خواهند ساخت، اگرچه با استخوان خیشت.